بسم الله الرحمن الرحيم. مکتب عشق علی مکتب عجیبی است. عدی پسر حاتم است. همین حاتم طایی معروف در جنگ صفین در رکاب علی علیه السلام بود. سه تن از پسرانش به نام طرفه، طریف، طارف، هر سه نفر در رکاب علی کشته شدند. قضایا گذشت، علی علیه السلام شهید شد، حکومت بر معاویه استقرار پیدا کرد. بعد از سالها یک جای برخورد میان عدی و معاویه شد. معاویه فکر کرد عدی دوست قدیم علی را وادار کند که علیه علی حرف بزند. یه دفعه بهش رو کرد گفت عدی این طرفات، پسران طرفه و طریف و طارف چه شدند؟ میخواد موضوع را رو کند، بلکه این آدم پسر کشته که سه جوان را در رکاب علی کشته داده است که یک حرفی بگوید علیه علی. علی هم با کمال استحکام گفت هر سشون در صفین در رکاب علی اونگاه که با تو می جنگیدیم و جهاد می کردیم شهید شدند. گفت علی متاسفانه باید بگم که علی درباره تو انصاف نداد. حسن و حسینش زنده موندن ولی پسران تو کشته شدن. گفت معاویه من عکس قضیه رو باید بگم، به خدا قسم که من درباره علی انصاف ندادم، برای اینکه حالا باید علی زیر خاک باشد و من زنده باشم. معاویه فورا سفر عوض کرد، گفت علی تو با علی زیاد بودی، دلم میخواد علی رو برای من توصیف کن. گفت معاویه معفو بداشت، گفت نه دلم میخواد بگی در امانم هستی، هر چه که عقیدت هست برای من بگو. این مرد بزرگ مثل یک عاشق جنسوز تعبیر خودش هست، گفت کان والله بعید المدا شدید القوا. یک مرد بود خیلی امیر، خیلی اون دور دورها رو میدید. مرد بود نیرومند با شخصیت قاطع مصمم. تنفجر الحکمت من جوانبه و العلم من نواهی. سخن که میگفت علم و حکمت ازش جاری میشد، مثل یه چشمه فیاضی که آب ازش بجوشد علم و حکمت ازش میجوشید. معاویه وقتی با ما مینشست، با اینکه رئیس ما بود، امام ما بود، حاکم ما بود، مثل یکی از ما بود، کوچکترین امتیازی برای خودش نسبت به ما قائل نمیشد. هر کس نگاه میکرد نمیفهمید که اون امیر است و ما مأمور، او حاکم است و ما محکوم. در عین حال خداوند تبارک و تعالی یک هیبتی از این مرد مهربان در دل ما قرار داده بود. او برای خودش حشمتی قائل نمیشد، ولی ما نمیتونستیم برای او حشمت قائل نشیم. معاویه کسی رو که دوست داشت فقرا بود. یتحبب الی المساکین، یه فقیری که میدید چنان مهربانی میکرد با او. عشقش آرزوش این بود افتاده ای رو پیدا کند، بیچاره ای رو پیدا کند، مرهمی به جراحت دل او بگذارد. معاویه درباره عبادتش من به تو بگم، در یکی از شبهای تاریک من او رو در محراب عبادت دیدم. تنها او بود و خدای خودش. دیدم دست این محاسن مبارکش گرفته و مثل مار گزیده ها به خود میپیچد. هی میگه آه آه وای وای وای، اگر من در پیشگاه خدای خودم مقصر باشم و مستحق عذاب پروردگار خودم باشم. بعد دیدم میگه یا دنیا غرضی غیری، ای زرد و سفید دنیا، ای زینت های دنیا، برید غیر علی را فریب بدید، علی شما را سه طلاقه کرده است، رجوع هم دیگه در کار نیست. گفت این معاویه سنگ دل، این دشمن علی‌الخصام، یه وقت دیدن سرش پایین افتاد، دیدن اشکهای همین معاویه روی ریشش هی جاری شده، اشک ریخ. بعد با همین آستینش اشکاشو پاک کرد. گفت راست میگه علی، به خدا قسم ابوالحسن همین بود که تو میگی. دیگه روزگار عقیم است، نازاست که مانند علی ابن ابی طالب بذات.